پرمصرف‌ترین نوشیدنی جهان بعد از آب، چای. این بوته چایه، یا به اسم علمیش گیاه کامل یا سیننسیس، درخچه سبز خودرو که بومی شرق آسیا است. تو مناطقی مثل چین و هند و ژاپن و ویتنام و کامبوج این گیاه منبع برگ‌هایی که برای تولید انواع مختلف چای از جمله چای سیاه، چای سبز، چای سفید، چای اولانگ و چای پوئر استفاده میشه. به دو دلیل اساسی پرمصرف‌ترین نوشیدنی جهانه: خاصیت آنتی اکسیدان و تقویت سیستم ایمنی بدن، و البته مهمتر از همه احساس خوبی که موقع مصرفش با آدم دست میده. و تاریخچه بسیار جذاب و غنی داره که به هزاران سال قبل برمیگرده. افسانه ها میگن که چای توی چین باستان تو حدود سال 2737 قبل از میلاد تو زمان امپراتور شننون کشف شد. شننون یکی از امپراتوری های اولین دودمان پادشاهی ثبت شده تو تاریخ چینه، معروف به دودمان سه شهریار و پنج امپراتور. شننون امپراتوری افسانه‌ای تو چین بود و نقلی که کشاورزی رو به چینیا یاد داد برای کشت و تغذیه از غلات و پرهیز از کشتن و خوردن حیوانا تاکید زیادی داشت و گیاهان زیادی رو میچشید و آزمایش میکرد تا به خواص داروییشون پی ببره. طبق افسانه زمانی که آب تو باغ امپراتوری روی آتش در حال جوشیدن بود، بر اثر بادی که میوزه چند برگ چای به طور تصادفی توی قابلمه افتاد و یه دمکرده معطر و لذت بخش ایجاد کرد. امپراتوری که شیفته طعم و عطر شده بود، خواص ترمیم کنندگی داروییش رو پیدا کرد. این نقل قول با عقل امروز یکم غیر واقعی به نظر میرسه، اما رایج‌ترین نقل قول راجع به نحوه پیدایش چای. البته افسانه های دیگه راجع به پیدایش چای هم رایجه که همه اینها ریشه در فرهنگ و تمدن چین باستان داره. یکی دیگه از افسانه ها مربوط به بودیدارما، بنیانگذار آیین بودیسم زن هست. همونطور که داستان میگه بودیدارما در حالی که چند سال در غار مدیتیشن میکرد، احساس خوابالودگی میکرد و شدیداً مستعد به خواب رفتن بود. اون برای بیدار موندن و حفظ تمرکز چند برگ از بوته نزدیک میچینه و شروع به جویدن اون میکنه. این برگ‌ها که گفته میشد از بوته چای هستن، به اون کمک میکنه که بیدار و متمرکز بمونه و این باور رو به وجود میاره که چای به تمرکز و توجه کمک میکنه. داستان دیگه از چگونگی کشف چای توسط میمونا میگه. بر اساس این افسانه میمونا در حال چیدن و خوردن برگ‌های چای بودن. مردم محلی کنجکاو میشن و این برگ‌ها رو امتحان میکنن و متوجه میشن که اونا نشاط‌آور هستن که منجر به کشت و استفاده از چای برای مصرف انسان میشه. این افسانه‌ها در حالی که متنوع و غرق در اساطیر هستن، همگی به میراث فرهنگی غنی و احترام به چای توی چین برمیگردن. چای تو ابتدا به خاطر خواص داروییش ارزشمند بود و به خاطر همین خواص دارویی نشاط‌بخشی که برای بیمار داشت تجویز و مصرف میشد، اما کم کم به این نوشیدنی محبوب تبدیل شد که خانواده سلطنتی و اشرافزاده های چینی از اون لذت میبردن. اولین سوابق کشت چای رو میشه تو قرن 4 میلادی تو زمان سلسله جین دونست. کشت چای به دلایل شرایط آب و هوایی برای عملآوری بوته چای تو استانهای جنوبی و جنوب شرقی چین کنونی شروع شد. استان یونان چین رو منطقه‌ای میدونن که کشت چای از اونجا شروع شد. استانهای سیچوان، فوجیان و ژیجیان هم مناطق برجسته‌ای برای کشت چای بودن. تو زمان سلسله تانگ، چای بخش جدایی ناپذیری از فرهنگ و زندگی اجتماعی مردم چین شده بود. کتاب معروف چاچینگ اولین اثر مکتوب راجع به چایه که توسط لویو، حکیم و دانشمند چینی تو زمان سلسله تانگ نوشته شده بود و به یه راهنمای جامع تو زمینه کشت و تهیه و مصرف چای تبدیل شد. این کتاب نقش زیادی تو پیدایش فرهنگ چای توی چین و ژاپن ایفا کرد. فرهنگ نوشیدن چای از مرزهای چین هم عبور کرد و به کشورهای همسایه مثل ژاپن رسید. تو ژاپن این کتاب به پیدایش مراسم آیینی چای ژاپنی، چانویو یا چادو، و نوشیدن چای به شکل هنری که هنوز هم تو ژاپن رایجه کمک زیادی کرد. جایی که راهبای بودایی که توی چین تحصیل کرده بودن، دانه های چای و تکنیکای کاشت رو با خودشون به ژاپن بردن. تو سال 1191 میلادی یه راهب بودایی زن به نام ایسایی دانه های چای رو به ژاپن آورد و مراسم چای رو به ژاپنی ها معرفی کرد. این مراسم بر اساس آیین نوشیدن چای راهبای بودایی زن توی چین بود که معتقد بودن خواص چای به مهارت های مدیتیشن کمک میکنه. این باعث شد که چای توی فرهنگ ژاپن تبدیل به یک عنصر اساسی بشه. قبل از اینکه داستان چای رو ادامه بدیم، میخواستم بهتون بگم که برای این ویدیوها زحمات خیلی زیادی کشیده میشه، از مرحله تحقیقات قبلش، ضبط ویدیو، حالا ساخت ویدیوهای بعدش. تنها انگیزه ما توی این راه حمایت شماست که با دیده شدن ویدیوهامون، لایک و سابسکرایب و اشتراکتون بین همدیگه این اتفاق برای ما میفته. ما با تولید ویدیوهای با کیفیت سعی میکنیم تا اونجا که میتونیم مطالب رو به جذابترین شکل ممکن به شما برسونیم. پس ممنون میشیم که حمایت شما رو داشته باشیم.
خب بریم سراغ ادامه داستان چای. اسم چای و معادل‌های مختلفمون توی زبان‌های مختلف ریشه تو چین باستان و تعاملات تجاری اون با فرهنگ‌های دیگه داره. کلمه تی ریشه تو زبان چینی داره، به ویژه گویش آمایی که توی استان فوجیان صحبت میشه، که تو اون کلمه تی به صورت ت گفته میشه. زمانی که اروپایی از طریق تجارت با چای مواجه شدن، این اصطلاح رو از زبان چینی پذیرفتن و منجر به کلمه تی توی انگلیسی شد. با این حال اصطلاح دیگه‌ای هم برای چای وجود داره که به طور گسترده توی زبان‌های دیگه استفاده میشه، مثل چا یا چای. شا چای چای تا چای. این اصطلاح ریشه در گویش کانتونی چینی داره، جایی که کلمه چای چاه یا چا گفته میشه. زمانی که چای از طریق مسیرهای تجاری باستانی به آسیای مرکزی و خاورمیانه معرفی شد، اصطلاح چا یا چای از تلفظ کانتونی اقتباس شد. مناطق مختلف از طریق مسیرهای تجاری مختلف با چای مواجه شدن. انگلیسی و زبانهای تحت تاثیرش تمایل به استفاده از کلمه تی دارن، اما بسیاری از زبانهای آسیایی خاورمیانه‌ای از کلمه چا یا چای استفاده میکنن. یه مسیر تجاری منجر به پذیرش کلمه چای میشه و مسیر تجاری دیگه منجر به پذیرش کلمه تی. ورود چای به اروپا منجر به تغییرات فرهنگی شد که تعاملات اجتماعی رو متحول کرد. در طول قرن‌های 16 و 17 چای از طریق مسیرهای تجاری که توسط پرتغالی‌ها و هلندی‌ها ایجاد شده بود به اروپا راه پیدا کرد و به سرعت بین اشراف به خصوص توی بریتانیا محبوبیت پیدا کرد. این داستان با ورود بازرگانای پرتغالی به چین شروع شد که دنبال فرصت‌های جدید تجاری بودند. اونا تو سرمایه‌گذاری‌هاشون با سنت چینی نوشیدن چای مواجه شدن که تو ابتدا شیفته این نوشیدنی معطر شدن. ارزش بالقوه اون رو تو بازارهای اروپایی تشخیص دادن و شروع به واردات چای به مقدار کم به لیسبون کردن، جایی که به سرعت محبوبیت پیدا کرد. خبر این نوشیدنی عجیب و غریب و مجلل تو سراسر قاره اروپا پخش شد و نظر اشراف اروپایی رو به خودش جلب کرد. بازرگانای کشورهای مختلف اروپایی به سرعت به آسیا رفتن تا روابط تجاری برقرار کنند، به ویژه با چین و بعداً کشورهای دیگه‌ای مثل هند و ژاپن که چای اونجا هم کشت می‌شد. واردات چای از چین به اروپا یه تلاش تجاری بسیار مهم بود که به دلیل فاصله زیاد بین این دو منطقه روش‌ها و مسیرهای مختلفی داشت. مسیرهایی که مورد استفاده قرار می‌گرفتن مسیرهای زمینی و دریایی بود. تو زمان قدیم جاده ابریشم یه مسیر تجاری زمینی اصلی بود که چین رو به اروپا متصل می‌کرد، در حالی که عمدتاً برای تجارت ابریشم شناخته می‌شد، اما کالاهایی مثل چای هم توی مسیر حمل می‌شد. کاروان‌ها برگ‌های چای بسته‌بندی شده رو تو صندوقچه‌ها یا فشرده به شکل آجر چای حمل می‌کردن. این آجرهای چای برای سفرهای طولانی با دوام بودن، اما سفرهای زمینی پرخطر و وقت‌گیر بود و گذشتن از این مسیر ماه‌ها یا شاید سال‌ها زمان می‌برد. با پیشرفت فناوری‌های دریایی، مسیر دریایی به وسیله کارآمدتر برای حمل چای از چین به اروپا شد. معروف‌ترین مسیر دریایی برای حمل و نقل چای جاده ابریشم دریایی بود که مسیرش از طریق دریای چین جنوبی، اقیانوس هند و دریای عرب بود و در نهایت به دریای سرخ و مدیترانه می‌رسید. قرن 19 هم عصر کشتی‌های بادبانی سری و سیل بود که بهشون تی کلیپر میگفتن. این کشتی‌ها تو قرن 19 نقش مهمی رو تو انتقال چای از آسیا به اروپا داشتن. تجارت چای تو این زمان بین چین و اروپا برجسته شده بود و کشتی‌های بادبانی به خاطر توانایی حمل مقدار زیادی کالا تو مسافت‌های طولانی روش اصلی حمل و نقل بودن. چای یک کالای با ارزش با تقاضای زیاد توی اروپا بود، به خصوص توی بریتانیا. کمپانی بریتانیایی هند شرقی هم بین بقیه کمپانی‌ها به تجارت چای مشغول بود و از کشتی‌های بادبانی برای انتقال چای از بنادر چین مثل کانتون یا گوانژو امروزی به مقاصد مختلف اروپایی استفاده می‌کرد. این کشتی‌ها برای سرعت طراحی شده بودند تا از تحویل به موقع چای برای برآورده کردن خواسته‌های بازار اطمینان حاصل بشه. تجارت چای بسیار رقابتی شده بود و کشتی‌های سریع‌تر از مزیت رقابتی سریع‌تر رسیدن به بازارهای اروپایی برخوردار بودند و به بازرگان این امکان رو میدادند که چای رو با قیمت بهتری بفروشن. یعنی موفقیت تجارت چای به شدت به کارایی این کشتی‌ها و مهارت خدمی اونا بستگی داشت. با این حال با پیشرفت کشتی‌های بخار و باز شدن کانال سوئز، کشتی‌های بادبانی تو اواخر قرن 19 اهمیت خودشون رو برای حمل و نقل چای از دست دادن، چون کشتی‌های بخار حمل و نقل سریع‌تر و مطمئن‌تری رو فراهم می‌کردن و زمان طولانی سفر کاهش پیدا می‌کرد. چای توی صندوقچه‌های جعبه‌ای که با فویل سربی پوشیده شدن بسته‌بندی می‌شد تا تازگی خودشون رو در طول سفر دریایی طولانی حفظ کنن.
چای رو توی کشتی توی یک محیط خشک و خنک نگه می‌داشتن تا از فساد اون جلوگیری بشه. چندین بندر توی چین مثل کانتون یا همون گوانژو امروزی مراکز مهم صادرات چای از چین به اروپا بودن. بازرگانای اروپایی توی این بنادر پست‌های تجاری ایجاد کرده بودن تا چای رو مستقیم از تولیدکننده‌ها و تامین‌کننده‌های چینی بخرن و به اروپا ببرن. با رسیدن چای به اروپا به نمادی تو طبقات بالای جامعه تبدیل شد. کمیاب بودن چای باعث شد تا اشراف بیشتر خواهان این نوشیدنی جذاب باشند. بازرگان ثروتمند شروع به واردات چای به مقدار بیشتری کردند که این کار باعث تأسیس چایخانه‌ها و مغازه‌های تخصصی تو شهرهای بزرگ اروپایی مثل لندن و آمستردام و پاریس شد. با واردات بیشتر چای توی بریتانیا که توسط کمپانی هند شرقی انجام شد، باعث شد که چای تو دسترس همه مردم قرار بگیره. نوشیدن چای به سرعت به یه آیین اجتماعی مد روز تو انگلستان تبدیل شد و توی مدت بسیار کمی چای به بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ جامعه بریتانیا تبدیل شد. نفوذ چای از محافل اجتماعی فراتر رفت و تو زندگی روزمره وارد شد. با توجه به قدرت انگلستان توی صنعت سفالگری، از قرن 18 مد شدن طراحی ست‌های چای به طور خاص برای نوشیدن چای به نشانه از ظرافت تبدیل شد. این نوشیدنی از یه تجمل برای اشراف به نوشیدنی فراگیر تبدیل شد که همه مردم از همه اقشار از اون لذت می‌بردن و یه اثر پاک نشدنی از خودش تو فرهنگ اروپایی گذاشت که تا به امروز باقی مونده. با این حال به دلیل مالیات بالا و محدودیت‌های تجاری که چین اعمال کرده بود، بریتانیا به دنبال منابع جایگزین برای تولید چای بود. کمپانی هند شرقی بریتانیا امکان کشت چای توی هند رو که مستعمره بریتانیا بود بررسی کرد. کشت چای توی هند از اوایل قرن 19 شروع شد، زمانی که رابرت بروس کاشف بریتانیایی گیاه چای بومی رو تو منطقه آسام تو شمال شرقی هند کشف کرد. حدود سال 1823 تلاش‌ها برای کشت چای توی هند جدی‌تر شد. تو سال 1839 کمپانی هند شرقی شرکت چای آسام رو تأسیس کرد که آغاز رسمی کشت چای و تولید تجاری چای توی هند بود. هندی که مستعمره بریتانیا بود و با این کار دیگه لازم نبود بریتانیا برای خرید چای مالیاتی پرداخت کنه و عملاً هند بخشی از خاک بریتانیا بود. این باغ‌ها و مزارع توی آسام پایه و اساس صنعت چای هند رو بنا کرد. برای پاسخگو بودن به تقاضای زیاد چای، قدرت‌های اروپایی با ایجاد مزارعی توی مستعمرات خودشون سعی در کنترل تولید چای داشتن که باعث کشت چای بریتانیا توی هند و هلندیا توی اندونزی شد. یه اتفاق بسیار مهمی که توی این زمان میفته، جنگ‌های تریاک 1 و 2 هستن که بین امپراتوری چین و بریتانیا در جریان بوده. جنگ اول تریاک بین سالهای 1839 تا 1842 و جنگ دوم تریاک بین سالهای 1856 تا 1860 بوده. تو اوایل قرن 19 خرید چای از چین توسط بریتانیا به دلیل علاقه بسیار زیاد مردم بریتانیا افزایش پیدا میکنه. در مقابل بریتانیا هم دیگه کالایی برای معاوضه با چین نداشت که چین برای داد و ستد بهش نیاز داشته باشه. در نتیجه بریتانیا با کاهش شدید ذخایر نقره که برای مبادله چای با چین استفاده می‌کرد روبرو شد. برای رهایی از این مخمصه، تجار بریتانیایی تصمیم گرفتن کشت خشخاش رو تو مستعمره خودشون یعنی هند شروع کنن و برای مبادله با چین از تریاک به جای نقره استفاده کنن که این موضوع شدیداً اعتیاد به تریاک رو توی چین افزایش میده و بخش زیادی از جامعه چین رو به نابودی می‌کشونه. به طوری که دولت چین تو اواخر 1830 کلن تجارت تریاک رو ممنوع میکنه و همه محموله های تریاک رو منهدم میکنه. این موضوع که شدیداً منافع بریتانیا رو توی خطر انداخت، باعث لشکرکشی بریتانیا به چین میشه و بعد از دو دوره جنگ بریتانیا پیروز میدان میشه و عواقب سنگینی رو برای چین داشت. البته توی ویدئوی جدا باید راجع به جنگ های تریاک صحبت کنیم. توی همین سالا بود که کم کم سنت چای بعد از ظهر توی انگلستان باب شد. داستانش هم به این صورت بود که توی دوران ویکتوریا توی انگلستان مردم معمولا دو تا وعده غذا می‌خوردن. یه چیز مرسومی بود. صبحانه و شام. آنا، هفتمین دوشس بتفورد، به خاطر فاصله طولانی بین وعده‌های غذایی، معمولا تو آخر بعد از ظهر احساس ضعف می‌کرد و برای رفع گرسنگیش درخواست کرد که یه وعده غذایی سبک شامل چای و مقداری تنقلات و شیرینی و ساندویچ‌های انگشتی توی اتاق خصوصیش سرو بشه و کم کم از دوستانش دعوت کرد که برای صرف چای به اتاقش بیان و به سرعت به یه رویداد اجتماعی مد روز تو طبقات بالا تبدیل شد و از دهه 1840 این سنت چای بعد از ظهر توی خانواده‌های انگلیسی بسیار محبوب شد. بعد از اون کاشت چای توی مناطق دیگه هند مثل دارجیلینگ توی بنگال غربی و تپه‌های نیلگیری توی جنوب هند گسترش پیدا کرد و چای دارجیلینگ به خاطر طعم و کیفیت منحصر به فردش به رسمیت شناخته شد. تپه‌های نیلگیری هم به منطقه قابل توجهی برای کشت و پرورش چای تبدیل شد و تو اواخر قرن 19 هم کشت چای تو اون منطقه آغاز شد. کشت رضایت بخش چای تو مناطق مختلف هند تو قرن 19 هم نقش مهمی تو تبدیل شدن این کشور به یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های چای
توی جهان داشت. امروز هم هند به خاطر طیف متنوعی از چای از جمله آسام، دارجیلینگ، نیلگیری و سایر چایهای منطقه‌ای معروفه و سهم قابل توجهی رو از بازار جهانی داره. خب یه نگاهی هم به کشور سریلانکا بندازیم که البته تو زمان استعمار انگلیس به نام سیلان معروف بود و چای سریلانکایی رو هنوز تو بازار به نام چای سیلان میشناسن. جیمز تیلور به عنوان پیشگام کشت تجاری چای توی سریلانکا شناخته میشه. تو سال 1867 اون یک مزرعه چای تو ارتفاعات مرکزی سریلانکا راه اندازی کرد. تلاشه تیلور آغاز صنعت چای توی سریلانکا بود. اون با 19 هکتار بوته چای شروع کرد و روش‌های نوآورانه‌ای برای فراوری و تصفیه برگ چای به کار برد. موفقیت اون توی تولید چای با کیفیت سایر کشاورزای بریتانیایی رو هم تشویق کرد که از روش اون پیروی کنن، که منجر به گسترش سریع کشت چای تو ارتفاعات مرکزی سریلانکا شد. تو اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 سریلانکا به یکی از کشورهای پیشرو توی تولید چای تبدیل شده بود و چای بسیار مرغوبی رو به بازارهای سراسر جهان صادر می‌کرد. موفقیت صنعت چای نقش محوری توی اقتصاد سریلانکا ایفا کرد و همچنین یکی از ستون‌های مهم صادرات کشاورزی این کشوره. امروز سریلانکا به خاطر چای سیلان تو دنیا معروفه. البته تلاش‌های بسیار زیادی برای کشت چای توی اروپا انجام شد که برای اروپایی‌ها بسیار چالش برانگیز بود. آزور، مجمع جزایر پرتغالی توی اقیانوس اطلس، اولین جایی بود که توی اروپا بوته چای در اونجا کاشته شد. آزور آب و هوای معتدل و مرطوبی داره که برای کشت چای مناسبه. مزارع چای گورانا توی این مجمع جزایر تو قرن 19 هم تأسیس شد و یکی از قدیمی ترین و برجسته ترین مزارع چای اروپاه. چای سبز و چای سیاه تولید میکنه و شرایط توی این مجمع جزایر برای رشد کامیلیا سیننسیس یا همون گیاه چای بسیار مناسبه. تو سالهای اخیر کشورهای اروپایی مثل انگلستان، اسکاتلند و ایتالیا تلاش‌هایی برای کشت چای کردن، اما این تلاش‌ها مقیاس تولید و کشت بسیار کوچیکی نسبت به کشورهای بومی چای مثل چین و هند و سریلانکا و کنیا و غیره داشتن و فقط تا حدی میتونستن نیازهای مردم محلی رو برطرف کنن. اختراع چای کیسه‌ای توسط توماس سالیوان تو اوایل قرن 20 روش مصرف چای رو توی دنیا دوباره متحول کرد و استفاده از اون رو در دسترس‌تر و راحت‌تر کرد. اما حالا تاریخچه چای توی ایران رو هم یه نگاهی بهش بندازیم. کاشف السلطنه دیپلمات ایرانی نقش بسزایی توی معرفی و رواج چای توی ایران تو اواخر قرن 19 داشت. اون اغلب به عنوان متولی واردات و کشت چای توی ایران شناخته میشه و البته پدر چای ایران. کاشف السلطنه با نام کامل حاج محمد میرزا قاجار قوانلو زاده یک فروردین 1244. زندگی بسیار پرفراز و نشیبی داشته این شخصیت. تو دانشگاه سوربن فرانسه تو رشته حقوق تحصیل کرد و همونجا توی سفارت ایران مشغول به کار شد. وقتی که چای به عنوان یک محصول عید وارد کشور شدش گسترده شد و یه اقتصاد و قیمتی رو در جامعه سکتارا علاقه یک افرادی رو جلب کرد که بیشتر روش متمرکز بشن. ولی مستندات تاریخ اینطوری نیست که این موضوع بیشتر سبب دولتی داشت، نه تنش های افراد رایان انگیزه های فردی و کارآفرین. یه نامه هست از دکتر سیستم به میزا سخان سخصابت و درزم شما سفید آشک و شبتهاره جنبه اول کتاب تاریخ استعماری آقای نکوزای راولی هست که نوشتن که آیا نمیشه که آمد فشاد این کشور رو ترقی بدیم و شمال ایران کشت شاد این رو بدیم. پس رسیم میده که ناصرالدین شاه یک حسابی رو چای باز کلاعاتی به ایشون داده شده که مثلا این محصول چای برای شمال ایران و به کشت. بعد از این یک مطلب خودی نکرتری داریم مال یک فرهنگ از اصولگری انگلستان تا پشت هست. بودن 27 سال قبل از این واسه گذرنه بیاد این چای رو توی انگلستان در رشت. بله، اصولگری انگلستان در رشت سرکنسول و یکی از اعضای کنشیدگری انگلستان در رشت این نامه خطاب دولت انگلستان به عنوان گزارش های اصولگری نوشتن برای مقامات عالی خودش. من متوجه شدم که ایلان خیلی مستعد تشویق داد، آب و هواش خیلی شبیه و من تصمیم گرفتم که این تست چای انجام بدم. منتها ایشون دچار یک گروه ایشون تو شهر برمیگرده این گاه هنوز که هم تو ایران بر نمیگرده و نقصر در همین حد هر بسی میمونه مزفر دل سا به طرف ایشان کسی بود که از مجموع شواهد مطلب به شواهد متوجه میشیم که ایشون خیلی به کسی سایت جدا علاقمند بوده. بعد از ترور ناصرالدین شاه کاشف السلطنه به مقام سرکنسولی ایران توی هند منصوب میشه
تو سال 1895 میلادی و اونجا بود که به چای علاقه من میشه و مطالعات زیادی رو در زمینه چای انجام میده و پتانسیل اقتصادی کاشت چای تو ایران، کاهش وابستگی به چای وارداتی و به طور بالقوه ایجاد یک صنعت داخلی پر رونق رو درک کرد. چون آقای کاشف السلطنه رو به عنوان سرکوسول ایران بر بنبایی محبوب میکنند، به ایشون میگه آقا ما که شما رو بیارم میترستیم این دوستان خیلی بخته که دوست داریش میزن چشن چای بشه، از شما خیلی بخم لحک شدن میتونن که کار ما انجام بده. یه مرحله یه مقدار دوره چاش و دستور عمل فکر میفرسته ایراتش به سرانجام نشد، باز میره پیگیری میکنه چرا این انجام نشد، چرا کشش به تمام نشد، با کارکناس انگلیسی برخورد میکنه، یه شب خواسته بینا با همین چند صحبت میکنه. اون آقای کارکناس باعث میشه که خود آقای کاشوبوس در پای اصلا به عنوان یک مأموریت اداری دیگه به این موضوع توجه نکنه، سعی میکنه از این فرصت مأموریت حالی رو به عنوان یک موقعیت اقتصادی با سرمایه ثروت بزرگی میتونه به همراه بیاره برای خودش، برای شخص خودش اینو بردار و با قدرت بیشتری برات منفعت مالی هم داره. بله ایشون تقریبا کار کنسولی شبت انجام داده، بیشتر هفتشو میذاره سر به یاد بگیره درون چای کاری. اما مهمتر که پادشاهان کشور ناصر شاه، مظفر شاه، حمدشاه شاه پشتیبان توسعه که خیلی این اسناد تاریخی گم شده همین موضوعه که کاملا موضوع چای تو ایران رو یه موضوع فردی کرده که کاشف السلطنه خودش میخواست تلاش رو کرد ولی حرفی از دولت ها زده نشده. پس شما طبق اسناد تاریخی میگید که دولت ها اول از همه حمایت کردن که این کار تونسته انجام بشه. بله دقیقاً ما خود آقای کاشف السلطنه در بعد و امن تحصیل رو که آقای عقش منطقه وقتی که ورود میکنه جدیت پادشاه رو در این برخشان کنه، خب ورود میکنه و با یه گوشفت فجی میشه که اینجا ثروتی توش خوابیده. بنابراین ما کشت چای در ایران پایش که پایه حکومتی و دوشتی بوده و یکی از دلایلش رو هم اصلا نشدان کنیم که چای به همراه قناب شکن و البته قماش اصلی ترین نگهدات کشور در دوره پادشاه و حتی در دوره رضا شاه شد سلطنه، برای اینکه چای برای شخص خودش مهم بود میخواست چای رو در ایران دست نیکر داشته باشه، از همونجا تصمیمش رو گرفته که خودش بالاست، وگرنه بگم عقل سلیمی قبول میکنه سفیری که میتونسته بره هزاران تا دراوین استخدام کنه خودش بره تو زحمت بندازه خودش و یه دلای و دونه مثلا با اون سن کم زیاد بوده بره چای کاری یاد این پیش نشته برای که میخواسته خودش کنه سری خودش حال خودش بکنه کار و وزیر خارجه تو اشت فارشتنه نامه میگیسی که آقا ما دیگه از کشور گذشتیم پس این دیگه نمیش شما دیگه دنبال چای نباش. ولی آقای کاشف السلطنه چون میدونست یا نمیدونست و خودش میدونست میره با قرض و قیبه کردن و با پولی که داشته مقدار خیلی زیاد میدونست 3000 تا نوال چای و چندوی دونه چای میدونست. کاشف السلطنه تلاش هایی رو برای واردات دانه چای از هند به ایران شروع کرد و نهایتا تونست بذر چای رو به ایران بیاره. البته با سختی بسیار بسیار زیاد تونست تو سال 1906 میلادی بین 3000 تا 4000 نهال چای رو به ایران بیاره. فقط 80 تا دون از اون 4080 تاش میرسه که ابتدای تعدادش هم قرضی بودن. امتیازنامه چی میخواست؟ امتیازنامه انحصار در ممالک معروسی، امتیازنامه وقایع بعدی رو رفت و آقای کاشف السلطنه هم اصلا کاشف السلطنه کاشف السلطنه هم همین نمیخواست هم حضور مونه. حالا نمیدونم واقعا حسی بهش خورنش داده بود یا خودش گرفت، لکن چیزی بود که آقای کاشف السلطنه میخواست که مال این باشه تمام بهش داده شد. و تو نواحی شمالی ایران که آب و هوا و خاکش برای کشت چای مناسب بود مزارعی رو ایجاد کرد. خوری میاد کیلا میاد اون زمان محمد ولی خان سالار اعظم حاکم گیلان بوده، بازم نامه تو قضیه هست، یعنی وزیر پس سالار می نویسه که آقای کاشف السلطنه داره میاد شمال
میخواد چای کشت کنه، یه امر حکومتی با ایتین و همه نوع همکاری بشن. زمین میخواد از کتونش کافه ها بود، نمیدونم کارگر ها در بادی امر مانی همه وقت با ایشون همکاری نمی کنه. اینکه پشت سر آقای کاشوکو سر آقای دولت بود، یعنی این مالک میترسی که آقای کاشوکو از طرف بود کشت فردا دولت به زمین اراضی این آقای که ادعا داشته باشه آقای کاشوکو سطلیش حقیقی بوده، حکومتی از پادشاه داره دستور در پادشاه بوده آقا مثلا ما شده این آقای کار زمین میخوام ما چی گفت. و بعد از اینکه ایشون کافید رسید شروع کرد به همون موقعات استفهام کرد از انحصار نامه محمد علی شام. یه نامه اینجا وزیر خارجه به آقای کاشوکو سطلیش آقا ما میکنیم چای فاری زیاد بشه، شما زیاد سختگیری و هر جا شما متولی چای هست باید مثلا نهار تو که داریم ده تا یه تومن اینو به هم فرد یه خورده با احالی رو شکای توسعه پیدا کنه. ولی آقای کردیه این کار رو نمی کنه و اینقدر روی بلک انگسار پافشاری می کنه. طبعا مردم دیگه آمان به کشت چای نشن این چنان و محصول ناشناخته می شود همین چیزش هم در انگسار ایشون بوده می کنه. زیاد لغبت کنیم آقای کاسرهی برزنه در دانش ایشون در مورد چای کاری و چای سازی به شناخت ایشون از محصول چای چی جای شک شبه این دانای چای. این تلاش ها با هدف شروع تولید چای محلی و کاهش وابستگی به چای وارداتی انجام شد. کاشف السلطنه با تلاش های خودش کمک بسیار زیادی به گسترش کشت چای توی ایران کرد که در نهایت منجر به رونق تولید داخلی و در دسترس بودن چای برای همه در داخل ایران شد. و البته مخالفت و عدم اعتماد کشاورزی گیلانی اون رو از این کار پشیمون نکرد. در حالی که چای قبلا از طریق تجارت با کشورهای همسایه به ایران معرفی شده بود، تلاش‌های کاشف السلطنه در جهت ترویج کشت چای توی ایران موثر بود و در نتیجه چای به سرعت با فرهنگ ایرانی ادغام شد. نقش کاشف السلطنه توی ورود و کشت چای توی ایران غیر قابل انکاره. امروز چای بخش جدایی ناپذیری از فرهنگ‌های مختلف تو سرتاسر جهانه با انواع طعم‌های مختلف که مطابق با ذائقه های مختلفه، از مراسم سنتی چای تا مصرف معمولی روزانه. این میز چایی که توی برای روش چینی کاربرد داره، یک صفحه بامبوه که از چوب بامبو درست شده بخاطر این که آب بخوره پوسیده نشه. زیرش یه دونه سیمی هستش که وقتی که حالا دارن دماوری انجام میدن ظروف رو میخوان گرم بکنن آب میریزن دیگه نگران زیرش نباشن، از اونجا یه دونه شلنگ میخوره و میره توی سطح. اول ظرف دماوریمون رو با آب جوش گرم میکنیم، یعنی آب میگیزیم توش، بعد آبش خالی میکنیم که ظرف به دمای آب تقریبا برسه. دو تا روش دماوری داریم توی دنیا، روش گونگفو و روش وسترن، که این دوتا توی نسبت‌های دماوریش فرق داره، یعنی مثلا گرم و آبی که می‌ریزیم. حالا ما روش گونگفو که بیشتر جواب روی چای ایرانی رو انجام میدیم، اول ظرفمون رو می‌ذاریم و ترازو رو صفر می‌کنیم، حالا به میزان نسبت دماوری اون چایی که الان برای این چای تمام برگ هستش 6 گرم به ازای این گایوان 150 میلی لیتر آب 6 گرم چای بهش اضافه میکنیم. بعد از این آب تقریبا 98 درجه 97 درجه که زیر جوش باشه رو به چای اضافه میکنیم که این حجم خود گایوان همون 150 میلیتر آب که با نسبت 6 گرمش تناسب داشته باشه، 6 گرم چای خشک. درش رو میذاریم توی 8 دقیقه میتونیم دماوری اول ازش بگیریم، یعنی چایش رو خالی بکنیم. به طور مثال الان اون چای قبلی چای تمام برگ بود نسبت دماوری 6 گرم بود به ازای 150 میلی‌لیتر آب، ولی چای ممتاز که یکم ریستر هستش که به این صورته مقدار کمتری باید ریخته بشه، مثلا 5 گرم هست یا 4 گرم. مثلا ما 5 گرم می‌ریزیم یه دونه ممتاز هم در می‌ذاریم. این تفاوت چایی هم که اسمشون فرق داره، بوته‌ها همه از یک بوته که اسمش گیاه کاملیا سیننسیس که حالا به گیلان اگه تشریف آورده باشیم میبینید همون بوته است، منتها توی روش فراوری چای هستش که چای مختلف از توش در میاد، یعنی چای سیاه، چای سبز، چای اولانگ، چای پوه، اینا همه از یک بوته هستن، از یک برگ هستن، فقط روش درست کردن و فراوریش فرق داره.
دلیل این که ما اینجوری بین دو تا استکان هی تقسیمش میکنیم اینه که چون چایی توی اون ظرف هستش ممکنه پایینش تنشین شده باشه، مثلا این نصف نصف میریزیم که تمام سطح این گایوان آبش یعنی به طور مساوی توی استکان ها تقسیم میشه که تفاوتی طعم نداشته باشه. اگه اولش توی استکان بریزیم آخرش توی استکان دیگه ممکنه اون که تلختر شده باشه یا تندتر شده باشه. این هم چای تمام برگ. مزه گس این نسبت به ممتاز کمتره، درسته؟ یه نکته که بعد دم‌آوری حالا خیلی کمتر بهش توجه میشه توفاله چایی. شما از توفاله چایی میتونید خیلی اطلاعات زیادی بگیرید. به طور مثال اگه توفاله خیلی سیاه باشه و این یه مقدار مسیرن تو خودش نداشته باشه به تمام زیاد چای کهنه تری، یعنی مال امسال نیستش. الان فرق چای تمام برگ با چای شکسته شده در واقع یا حالا این نوع ممتاز از چای های شکسته هستش اینه که تمام برگ بافت برگ تا حدود زیادی حفظ شده، یعنی شما بعد از دم‌آوری برگ خودش رو باز کرده میتونید برگ کامل رو ببینین توش، یعنی همون دو برگ زیر قنچه توش هست. به طور مثال مثلا این کاملا بافتش حفظ شده، همون وقتی که برداشت میشه با دست به همین شکل تا مراحل فراوری هم تا حدودی ساختارش حفظ میشه. منتها چای شکسته توی مراحل تولید علک میشن و سورت میشن و دستبندی میشن و از توش حالا مثلا این ممتاز در میاد، قلم یکم درشتر برگاشی، چیزی بین تمام برگ و ممتازه و چای شکسته حالا اقلام دیگه. سفر اون از افسانه های باستانی تا محبوبیت جهانی گواهی بر اهمیت ماندگار اون توی تاریخ بشره. زمانی که داری یه فنجون چای میل میکنی حتما به این تاریخ غنی که چای رو تا اینجا به دستت رسونده دوباره فکر کن. اگه ویدیو رو دوست داشتید ما رو به بقیه معرفی کنید و با نظر و لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید. امیدوارم همیشه امیدوار، سلامت و ثروتمند باشید.